گزارش اختصاصی بی بی سی از پشت درهای بسته آی سی یو، تلاش پزشکان و پرستاران یک بیمارستان برای نجات جان بیماران مبتلا به کرونا. فصل تازه حملات بازماندگان داعش در عراق، آیا خلافت خودخوانده دوباره جان می‌گیرد؟ و نگاهی به کارنامه مردی که 3 دور رئیس مجلس ایران بود. آیا دوران افول علی لاریجانی فرا رسیده یا درهای قدرت در جای دیگر به رویش باز می شود؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. بسیاری از کسانی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری می‌شوند، کارشان به بخش مراقبت‌های ویژه می‌کشد، جایی که پزشکان و پرستاران فقط با تجهیزات حفاظتی وارد آن می‌شوند. خانواده‌ها اجازه حضور در آنها را ندارند و بسیاری از بیماران هم جانشان را در همین بخش از دست می‌دهند. به بی بی سی دسترسی اختصاصی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان رویال لندن داده شده تا نحوه مقابله بیمارستان با همه‌گیری کووید 19 را نشان دهد. به بخش آی سی یو این بیمارستان رفتم و با پزشکان و پرستارانی که از بیماران مبتلا به کووید 19 مراقبت می‌کنند گفتگو کردم. در این گزارش تصاویری هست که می‌تواند ناراحت کننده باشد. انسان‌ها در شرایط سخت به شناخت بهتری از خودشان می‌رسند. خیلی وقتا احساس میکنم که خورد شدم. فکر میکنم خیلی از همکارام هم همین احساس رو دارن. وقتی بیماری با زندگی ودا میکنه. در این بحران ویروس کرونا، بیمارستان رویال لندن و کادر درمان آن منعکس کننده شرایط این دوره دشوار است. تیم پزشکی بخش مراقبت‌های ویژه در زمان کوتاه استراحتشان از آنچه در این مدت بر آنها گذشته برایمان می‌گویند. به ما اجازه ورود به بخش مراقبت‌های ویژه را دادند، اما قبل از ورود باید تجهیزات حفاظت شخصی داشته باشید. اینجوری و اینو حالا از جلو ببندیم. وقت من از پشت می‌بندم. دکتر ذوالفقاری به من نشون داد که چطور باید این وسایل تجهیزات شخصی رو استفاده بکنم، ولی حالا به خاطر اینکه نیاز دارم به حضورش در بخش آی سی یو باید ما رو ترک بکنم. سایزه شما؟ اینجا شاهد شکننده بودن زندگی بودیم. و شاهد قدرت آن. اما این پایان نگرانی ها نیست. خیلی به پرستار بیشتر لازم داشتیم، دکترای بیشتر لازم داشتیم. به ظاهر آرام به نظر می رسد. اما در واقعیت در حالی که بیماران زیر دستگاه تنفس مصنوعی در رویا و توهم آرامیدند، پزشکان و پرستاران با همه توان با این بیماری بی‌رحم که با سرعتی نگران کننده ریه انسان‌ها را می‌بلعد دست و پنجه نرم می‌کنند. اما کادر درمان از جمله دکتر پرجام ذوالفقاری نگرانی‌های خودشان را دارند. کار خیلی زیاد بوده. نگرانی این که خب از همه پرستارا و تیم خودمون مواظبت کنیم که مریضی نگیرن، خیلی نگران بودیم اون اولا. و خب مریضامون هم که اومدن تو بیمارستان همه خیلی بدحال بودن و از این مریضا واسه مواظبت میکردیم، خب کار خیلی زیاد بوده. و چیز دیگه هم این بود که خانواده مریضا نمیتونستن بیان بیمارستان که ببیننشون و اون خیلی سخت بوده واسه هممون اینجا. ولی خب نمیخواستیم که این مریضی بره توی خانواده هاشون و اونا بیچاره مریض بشن، واسه همین این کار کردیم. و خب از اون نظر فشار آورده. من خودم اولایی که کرونا وایروس من خودم گرفتم و خانوادم دخترم گرفت و خانومم گرفتم، ولی خدا شکر ما بد نبود. یعنی انگار که سرماخوردگی تقریبا گرفتیم.
دکتر ذوالفقاری گاه ساعت‌ها بیوقفه در بخش مراقبت‌های ویژه مشغول است. برای فیلمبرداری از همه بیماران و خانواده‌هایشان اجازه گرفته شده. علائم حیاتی این بیمار 55 ساله کریشنا پیلای یوگان وخیم‌تر شده. کادر حرفه‌ای درمان هر کدام با سال‌ها تجربه خود اطراف این تخت جمع شدند و با تمام توان و با سرعت برای نجات جان بیمار تلاش می‌کنند. این آخرین شانس او برای زندگی است. برای آخرین راه حل با خواباندن بیمار روی شکم تلاش می کنند به ورود هوا داخل ریه و رسیدن اکسیژن به بدن بیمار کمک کنند. این تنها کاری است که می توانند انجام بدهند. زمان تماس با خانواده بیمار است. پرستار بکی اسمیت چشم و گوش بستگان غایب در بخش کووید 19 ICU است. اساسا ما تصمیم میگیریم که آیا ادامه دادن به این کار مناسبه یا باید بگذاریم لحظه‌های آخر را در آرامش باشه. استرس فعلی این تیم نمونه ایست از استرس های چند برابر بیشتری که در هفته های گذشته و در روزهای اوج این بیماری با آن روبرو بودند. پرستار کارلین کلی شاهد آن روزهای سخت بوده. خیلی وقتا احساس میکنم که خورد شدم. فکر میکنم خیلی از همکارام هم همین احساس رو دارن. از پا درتون میاره وقتی میخواین بخوابین بهش فکر میکنین. وقتی بیدار میشین با شماست. برای شیفت بعدیتون آماده میشید. از اینکه شیفت قبلی تموم شده یه نفس راحت میکشید. ناراحتین. فشار عاطفی بزرگیه. دوره ای از زندگیمونه که هرگز فراموش نخواهیم کرد. خیلی به پرستار بیشتر لازم داشتیم، دکترای بیشتر لازم داشتیم، ولی در این موقع هم میدونستیم که کارهای دیگه کمتر خواهد شد. مثلا کارهای اتاق عمل، کارهای بخشهای بیمارستان کمتر خواهد شد، مخصوصا مثلا بخشهای اطفال، چون که میدونستیم که این مریضی توی اطفال زیاد نیستش. واسه همین تمام پرستارها و دکترها از بخشهای جراحی اطفال، از دندون پزشکی اومدن به ما کمک کنن. یه کاری کردیم که خب پرستارا، دکترای بخشای دیگه خب یه مقدار الان چیز گرفتن که چجوری تو اینتنسیو کر کار بکنن و یه برنامه ریختیم که خب مثلا اون نرس پرستارا و پزشکا خب واسه یه مدتی بیان توی اینتنسیو کر، مثلا یک ماه در سال بیان توی این بخش، ببینن چی ما چی کار میکنیم، چجوری با مریض از مریض مواظبت میکنیم، که خب یادشون بمونه که اگه این اتفاق افتاد دوباره ما بتونیم همچی کاری رو دوباره میتونن بیان به ما کمک کنن. گاهی اوقات پیدا کردن نوری در تاریکی دشوار است، اما امروز فعالیت در بخش مراقبت های ویژه بیشتر از همیشه در جریان است. دستگاه کمک تنفسی بعضی از بیماران برداشته میشود، نشانه ای از نوع خاصی از بهبود. التیام بدن. هوشیار از دستگاه کمک تنفسی به خواب می روند. و این دستگاه تقویت صدا دیگر سکوت نمی کنند. زندگی ترور اسمیت با یک لوله پلاستیکی که برای تأمین اکسیژن مورد نیاز بدنش به گلوی او وارد شده بود نجات پیدا کرد. اکنون نور زندگی بر ترور که در اعماق تاریکی قرار داشت میتابد، اما شکست هایی هم هست. متاسفانه آن شب کریشنا پلای یوگان درگذشت. دیشب متاسفانه ما 4 تا مریض از دست دادیم توی بخش مراقبت‌های ویژه و خب خیلی ناراحت شده. توی این 2 ماه اخیر ما خیلی از مریض‌ها را از دست دادیم. کادر درمان امیدوار است با تجربه‌ای که در این مدت کسب کرده بتواند در آینده همه‌گیری‌های مشابه را بهتر کنترل کند. فتانه فرج‌اللهی، BBC.
در هفته‌های گذشته نیروهای امنیتی عراق چندین بار هدف حمله اعضای بازمانده از داعش قرار گرفتند. این گروه با انتشار ویدیویی مدعی شده که به زودی عملیات بیشتری علیه ارتش عراق و ساکنان مناطق سنی نشین که حاضر به همکاری با داعش نباشند انجام خواهد داد. جانشین فرمانده نیروهای ائتلاف ضد داعش به خبرنگار ما نفیسه کوهنورد گفته که این گروه توانایی ظهور دوباره را ندارد، اما بعضی در عراق هشدار می‌دهند که داعش با تاکتیکی جدید سعی می‌کند این کشور را به آشوب فرقه‌ای بکشاند. رگبار گلوله‌ها در برابر شبیخون داعش، حمله غافلگیر کننده‌ای که میانه ماه رمضان رخ داد در تاریکی صحرای سامر را. نبرد تا دم صبح طول کشید. یا الله. 11 نیروی هشت شبی در این کارزار کشته شدند. بعد از آن شب تدابیر امنیتی در تمام دروازه‌های سامر را سفت و سخت‌تر شده، چرا که هدف اصلی حمله کننده ها در واقع ورود به این شهر بود. در باور شیعیان سامر را زادگاه امام 12 مهدی است و مدفن پدر و پدر بزرگش امامان 10 و 11. 14 سال پیش آتش جنگ داخلی عراق هم از همین جا زبانه کشید. انفجار گنبد زرین حرمین عسکرین به دستور ابو مصعب زرقاوی رهبر القاعده شیعه و سنی را در این کشور برابر هم قرار داد. حالا بیم آن می رود که تاریخ اینجا تکرار شود. این لشکرکشی نیروهای سرای و سلام به فرماندهی مقتدی صدر روحانی شیعه در اطراف سامر را. هدف ایجاد کمربندی امنیتی در عمق صحرا. این دشت پهناور که در نگاه اول آرام به نظر می رسد، مخفیگاهی است برای اعضای بازمانده از خلافت خودخوانده‌ای که زمانی نچندان دور بیشتر این نواحی را در سیطره خود داشت. نیروهای عراقی می دانند که دشمنشان شاید از هر گوشه اینجا سر برآورد، از تونل هایی که در طول سالها حفر کردند. حمله‌شان هم اخیراً روز و شب نمی شناسد. اما سخنگوی سرای سلام می گوید خطر فراتر از این حملات است. هدف بزرگ داعش الان برگردوندن عراق به جنگ فرقه‌ایه، درست مثل اون چیزی که در بهار سال 2006 بعد از انفجار حرمین عسکرین رخ داد. سلف‌های داعش مثل القاعده هم در پی این بودن و تا به امروز همه گروه‌های تندرو هم همین رو دنبال کردن. ما اطلاعات دقیقی داریم که داعش همچنان در حال برنامه‌ریزی برای ورود به سامرا و منفجر کردن مرقد مقدس تا از این طریق عراق رو به جنگ قومی و مذهبی سوق بده. حتی بر اساس اطلاعاتی که داریم، برنامه داعش کشاندن نه فقط عراق که کل منطقه به جنگ مذهبی شیعه و سنیه. برای همین جاهایی مثل سامرا هدف استراتژیک مهمی برای داعش محسوب میشن و این تاکتیکی خواهد بود که این گروه دنبال خواهد کرد. اما تنها نیروهای شیعه هدف حمله های جدید داعش نبودند. لا اله الا الله. چند روز پیش این روستای سنی نشین کوچک در استان صلاح الدین به سوگ کت خدا و دو فرزندش نشست. داعش خانهشان را منفجر کرد و مزرعهشان را آتش زد. جرم کت خدا همکاری با نیروهای امنیتی عراق بود. عادوا وقالوا ان الدوله الاسلاميه تهت اولم يعوا قوله تعالى. این ویدیویی است که داعش پس از این حملات منتشر کرده با عنوان گردنشان را بزنید. این مرد نقاب پوش می گوید نیروهای عراقی و عشایر سنی همدستشان باید منتظر حمله های بیشتر باشند. نبایو نبایو امیر المؤمنین و خلیفه المسلمین. و این بیعت با ابو ابراهیم قریشی که جانشین ابو بکر بغدادی شده. بیعت کننده ها حالا او را خلیفه مسلمین و امیر خود می خوانند. اما آیا همه اینها می تواند به معنای بازگشت داعش به همان شکل قبلی باشد؟
این سوال را از جانشین فرمانده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا می‌پرسم. داعش هنوز خطر آفرینه، هم برای عراق و منطقه و هم برای جامعه بین‌الملل. با حملات اخیر هم به طور طبیعی زنگ خطر در ذهن خیلی ها به صدا در اومده. اما بر اساس مشاهدات ما، عملیات اخیر داعش به اندازه گذشته پیچیده و بزرگ نیست. اما در کل به نظرم حملات اخیر داعش برای جلب توجه افکار عمومی بوده و نه بیشتر. آنها از نظر نظامی و مالی توانایی قبلی رو ندارند. البته ما به این تحرکات بی‌تفاوت نیستیم، اما آنها را در قالبی وسیع‌تر بررسی می‌کنیم و فعلاً به هیچ وجه اثری از این نمی‌بینیم که داعش توانایی بازگشت و قدرت گرفتن مثل قبل رو داشته باشه. عراقی‌ها پیروزی بر این گروه را 3 سال پیش جشن گرفتند. پس از جنگی طولانی و طاقت فرسا با هزینه جانی و مالی هنگفت. سال پیش هم با بیرون رانده شدن داعش از باغوز در شمال سوریه، سرزمینی در سیطره خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی نماند. در طول نبرد، جنگنده های ائتلاف مواضع داعش را در عراق بیش از 35,000 بار بمباران کردند. بمباران هایی که تا امروز هم ادامه دارد. اهم شيء لانهاء داعش من الوجود في العراق برای ریشه‌کن کردن داعش در عراق ما باید بتونیم هسته‌های پنهان و شبکه‌های ارتباطی اونها رو از بین ببریم. اونا الان در مناطق صعب العبور کوهستانی و غارها و یا در دشت‌های وسیع و نیزارها پنهان شدن و در دسته‌های کوچکتر حرکت می‌کنن که پیدا کردنشون نیاز به کار اطلاعاتی و تجسسی دائم داره. اما در کنار این داعش سعی میکنه که بر افکار عمومی تاثیر بذاره و برای این کار از شبکه‌های اجتماعی هم استفاده میکنه که ما باید جلوی اون رو هم بگیریم. اونها حتی گاهی حمله‌هایی که کار این گروه نیست رو به عهده میگیرن تا ترس ایجاد کنن. جنگ با اونها علاوه بر بمباران‌های مستمر نیاز به نبرد اطلاعاتی داره و ما نهایت سعیمون رو برای این کار میکنیم. نیروهای ائتلاف در چند ماه گذشته 6 پایگاه خود را در عراق ترک کردند و کنترلش را به عراقی ها سپردند. پایگاه هایی در استان های کرکوک و صلاح الدین و انبار که همه شاهد افزایش حملات جدید داعش بوده. اما فرماندهان ائتلاف می گویند نبودشان در این پایگاه ها تأثیری بر جنگ با این گروه نداشته. وقتی در این پایگاه‌ها بودیم، کارمون مشاوره دادن به نیروهای عراقی و پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی برای اونها بود. الان هم همین کار رو داریم انجام میدیم. ما به خاطر کرونا و نیز تهدیدات امنیتی از طرف بعضی گروه‌های شبه نظامی، بعضی نیروهامون رو به پایگاه‌های دیگه‌ای منتقل کردیم و تعداد نیروها رو هم کم کردیم. اما در اصل پایگاه‌ها رو به این دلیل ترک کردیم که معتقدیم نیروهای عراقی الان به تنهایی میتونن در این مناطق عملیات داشته باشن. اما همچنان به پشتیبانی هوایی ادامه میدیم. وقایع این روزها اما شباهت‌هایی به زمانی دارد که ارتش آمریکا عراق را در سال 2011 ترک کرد. پس از چندین سال جنگ با نیروهای القاعده، آمریکایی‌ها پیروزی بر دولت اسلامی ابو مصعب زرقاوی را اعلام کردند و گفتند مأموریتشان انجام شده. اما هسته‌های پراکنده تندرویان هنوز در جای جای عراق فعال بودند. 4 سال بعد این بار پرچم داعش در عراق و سوریه برافراشته شد. بعضی هشدار می‌دهند که این گروه اکنون با تاکتیکی متفاوت از قبل در حال ظاهر شدن است که شاید مهارش سخت‌تر از وقتی باشد که سرزمینی برای خلافت داشتند. تاکتیک جدید داعش باز کردن جبهه‌های متعدد در آن واحده برای حمله‌های سریع‌تر. اونا با ایجاد رعب و وحشت هم می‌خوان جامعه سنی رو مجبور به همکاری کنن از طریق آتش زدن مزارع یا اعدام‌ها. تاکتیکی شبیه القاعده تحت رهبری زرقاوی. داعش جدید دنبال تصرف سرزمین مثل دوره بغدادی نیست. در عوض با عملیات‌های پراکنده و گاه بیگاه عرصه رو برای نیروهای امنیتی تنگ می‌کنه. جنگیدن با داعش در این شرایط سخت‌تر از زمانیه که منطقه‌ای برای پس گرفتن از اونا وجود داشت. نیروهای آمریکایی و عراقی سالها با گروه‌های تندرو در عراق جنگیدند. از انصار الاسلام گرفته تا القاعده و داعش. نام این گروه‌ها تغییر کرده، اما تفکراتشان مثل روحی سرگردان از کالبدی به کالبد دیگر منتقل شده. دور باطلی که فرصت زندگی را در سالهای اخیر از مردمان این کشور گرفته. نفیسه کوهنورد، BBC.
پس از 3 دوره ریاست مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی از چهارشنبه گذشته رئیس قوه مقننه ایران نیست. او که یکی از 3 برادر صاحب منصب در حکومت ایران بوده، برای مجلس 11 کاندیدا نشد و از حالا گمانه‌زنی‌ها درباره پست بعدیش شروع شده. آناهیتا شمس نگاهی کرده به کارنامه علی لاریجانی، مردی که از زمان انقلاب تا امروز جزو مدیران جمهوری اسلامی بوده. پس از ریاست 3 دوره مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی با مجلس خداحافظی کرد. او همواره سیاستمداری محافظه‌کار و مرید و مطیع آیت الله خامنه ای بوده. هرچند روابطش با بخشی از اصولگرایان شکراب شد و دست آخر با حمایت اصلاح طلبان به مجلس 10 راه یافت. مجلس 10 مظلوم واقع شد. پیش از دوران حضور در مجلس 10 او مسئولیت‌های مهم دیگری در ارکان حکومت داشت. از سپاه پاسداران تا صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی. پس از استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد، علی لاریجانی مدتی این سمت را عهده‌دار شد. در زمان وزارت او داشتن دستگاه ویدیو که ممنوع بود آزاد شد و مؤسسه رسانه‌های تصویری برای انتشار فیلم‌های ایرانی و خارجی به راه افتاد. آقای لاریجانی همچنین نمایشگاه و جشنواره مطبوعات را در کنار نمایشگاه کتاب شکل داد. در سال 1372 با حکم رهبر ایران به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح. از مهمترین وظایفی که به او سپرده شد، مقابله با آن چیزی بود که آیت الله خامنه‌ای تهاجم فرهنگی غرب مینامید. آن زمان پشت بام‌ها پر شده بود از دیش‌های ماهواره‌ای. آقای لاریجانی در این دوره به توسعه شبکه‌های داخلی و خارجی صدا و سیما پرداخت. رسانه تحت ریاست او عملاً کارگزار جریان حاکم در مقابله با دگراندیشی و اصلاح طلبی بود. روشن نبود که آزادی یعنی چی؟ هویت همچنان که یک نمونه جنجالی، پخش برنامه‌ای به نام هویت با استفاده از پخش اعترافات تلویزیونی بود که بسیاری از روشنفکران و فعالان فرهنگی و سیاسی را به عنوان عوامل شبیخون فرهنگی غرب معرفی می‌کرد. همزمان رادیو و تلویزیون به تبلیغ روایت رسمی حکومت از وقایع و جریانات و سانسور روایت‌های دیگر می‌پرداخت، خطی که هنوز هم ادامه دارد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، علی لاریجانی یکی از نامزدهای طیف موسوم به اصولگرا بود، اما اقبال عمومی چندانی نداشت و در نهایت محمود احمدی نژاد پیروز شد. در اوایل دولت احمدی نژاد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بود. آقای لاریجانی منتقد عملکرد حسن روحانی بود که قبل از او اداره پرونده هسته‌ای را بر عهده داشت و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ازای مشوق‌های اروپا را به معاوضه دور غلطان با آب نبات تشبیه کرد. اما اختلاف بین احمدی نژاد و لاریجانی در نهایت به استعفای او انجامید و در آن زمان درهای مذاکرات هسته‌ای را به رویش بست. جایگاه بعدی او مجلس شورای اسلامی بود. علی لاریجانی در سال 1387 به عنوان نماینده مردم قم وارد مجلس شد و بدون داشتن سابقه نمایندگی خیلی زود به ریاست مجلس 8 رسید. او در مجلس 9 هم به کرسی ریاست نشست. اختلاف بین او و احمدی نژاد همچنان ادامه داشت و روابط مجلس و دولت را دچار تنش کرده بود. او که بارها قانون‌گریزی رئیس دولت را به باد انتقاد گرفته بود، در نهایت استیضاح وزیر کار را در دستور کار مجلس قرار داد. که مرتب میگید بگم تلاش‌های احمدی نژاد که برای لغو این استیضاح جواب نداد، شخصا به صحن مجلس آمد و علیه لاریجانی و برادرانش سخنرانی و فیلمی هم پخش کرد. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نکردید. هواداران احمدی نژاد در جریان سخنرانی لاریجانی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب در قم
به طرفش کفش و مهر پرتاب کردند و علیه او شعار دادند. علی لاریجانی از حمایت بزرگترین فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم به نام رهروان ولایت برخوردار بود که معتدل تر از اصولگرایان تندرو شناخته می شد. اما در نهایت مجلس دهم شورای هماهنگی اصولگرایان قم از آقای لاریجانی حمایت نکرد و او در فهرست اصلاح طلبان و حامیان دولت قرار گرفت و به عنوان نفر دوم از قم رأی آورد. علی لاریجانی همچنان رئیس. او برای بار سوم هم بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. علی لاریجانی طی سالهای گذشته با دولت حسن روحانی روابط نسبتاً خوبی داشته و کم و بیش از او در مجلس حمایت کرده، از جمله در جریان تصویب توافق هسته‌ای یا برجام. تو میدون سید اسماعیل هم میگن بین دیدگاه شما و آقای روحانی فرقی نمیکنه، یعنی همه مملکت در سه قوه دست شما بوده، تریبون دست ماست یا دست شماست. چند نماینده ای اصولگرا که به اداره مجلس اعتراض داشتند او را به دیکتاتوری متهم کردند. بفرمایید توهین نکنید. دیکتاتوری یه چیزی یاد گرفت. دیکتاتوری شما هستید تو کشور این بساطو را انداختید. قادر متعال. پس از 12 سال متوالی که این سیاستمدار تحصیل کرده در رشته فلسفه کرسی ریاست مجلس را ترک می‌کند، برای بسیاری سال است که پست بعدی او کجا خواهد بود. خودش می‌گوید که به دانشگاه و تدریس باز می‌گردد، اما گمان زنی درباره جایگاه آینده او ادامه دارد. آنایتا شمس، بی بی سی. در تو پایان نیست، آغازی دیگر باید تو را. و السلام علیکم و رحمت الله. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.